چهارمین مناظره انتخابات ریاست جمهوری با موضوع سیاست خارجی رو میشه مهمترین مناظره انتخابات تا اینجا دونست. مناظره با اسم رمز برجام. مناظره با حمله قالیباف به پزشکیان شروع شد. حمله‌ای که به برجام ربط داشت. مگه نمیگفتن مثلا پول گوشت و مرغ و نمیدونم اینا به برجام ربط نداره؟ مگه نمیگفتن دلار اینجوری نمیشه؟ پس چطور شد گوشت شد به اصطلاح مرغ شد 100 هزار تومان، گوشت شد 800 هزار تومان، 700 هزار تومان، 500؟ اینا رو مگه قرار اینا که به برجام ربطی نداشت؟ اما نوبت که به پور محمدی رسید همه چیز عوض شد. پور محمدی هرچند پزشکیان رو نقد کرد، اما با دو افشاگری مهم علیه جلیلی مسیر مناظره رو عوض کرد. مشارکت دو کشور تضمین بکنیم، ضمناً سهم خودمون از گاز میدان گازی مشترک برداریم. چرا جلوشو گرفتیم تا امروز؟ 22 ساله، چند سال اول مذاکره بوده، 15-16 ساله. یا آقای زنگنه مجرمه که آقایون میگن متهمش کردن، جناب آقای جلیلی و دوست برادرمون، یا دوستانی که جلوی اجرای قرارداد گرفتن. من امروز به ملت ایران اعلام میکنم این قرارداد میلیاردها دلار منافع ملت رو از دست ما گرفت، میلیاردها دلار خسارت بر ما وارد کرد، 18 میلیارد دلار تقاضا کرده، چند میلیارد دلار تصویب شده تو دادگاه ها. 3 ساله که آقای زنگنه تقاضای مناظره با آقای جلیلی داره، چرا جواب نمیده؟ مصطفی پور محمدی اول گفت که جلیلی مخالف فعالیت انجیو ها بوده و میگفته سازمان های مردم نهاد عامل کودتای رنگی هستند. بعد هم پرونده جنجالی کرسنت رو روی میز گذاشت. همین دو برگه برنده باعث عصبانیت جلیلی برای اولین بار شد. جلیلی جواب پور محمدی رو داد و مدعی شد زنگنه متهم اصلی پرونده است و اون فقط با فساد مبارزه کرده. خود آقای روحانی اولین نامه رو زمان دولت روحانی دولت خاتمی نوشت، گفت این مشکل داره. بعد حالا شما میگید این هیچی، چرا فلان شد؟ شما تو قوه قضاییه بودی، شما سازمان بازرسی بودی، باید جواب بدی این فساد چرا پیگیری نکردی، چرا این نتیجه نگرفت؟ بله بنده با فساد مبارزه خواهم کرد و میدونم امثال شما صداتون در میاد. ادعایی که واکنش سریع بیژن زنگنه وزیر پیشین نفت رو به دنبال داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای جلیلی و نوچش آقای زاکانی هر وقت یک جای خلوتی پیدا میکنن درباره کرسنت صحبت میکنن. داداش من حریفتم. من 2.5 سال پیش در آبان 1400 از شما درخواست کردم آقای جلیلی که بیای با من سر کرسنت مناظره کنی. چرا فرار کردی؟ چرا فرار میکنی؟ بیا با هم مناظره کنیم، من حریف شما هستم. تا بعد از مناظره مردم بفهمند که شما چه خسارات جبران ناپذیری به کشور زدی. اما بازی همینجا تموم نشد. پور محمدی کوتاه نیومد و جلیل رو به مناظره با زنگنه دعوت کرد. بعدش هم تو دور بعدی جلیل رو عامل قطعنامه هایی دونست که ایران رو مجبور به توافق برجام کرد. یا حق با ایشونه یا حق با ایشونه، یا ایشون خائنه به ملت خیانت کرده باید پاسخ بده. من از سازمان صدا و سیما میخوام جلسه علنی بگذاره، مناظره بذاره، تکلیف مردم روشن بشه. اینه که سیاست داخلی دیکته میکنه بر سیاست خارجی، منافع ما رو به خطر میندازه تو این گرگ کشی ها، تو این گرفتاری ها و خط کشی ها. جلی تو جواب گفت که زنگنه باید جوابش رو توی دادگاه بگیره. در ضمن قطعنامه هایی هم که پور محمدی بهش اشاره میکنه 3 تا شوره لاریجانی تصویب شدن. تو این مناظره با وجود حمله های متعدد زاکانی و قاضی‌زاده به پزشکیان، ظریف و روحانی، پزشکیان سکوت کرد و روی کار کارشناسی، وحدت و مزیت اقتصادی برجام برای مردم تمرکز کرد. از اون طرف پور محمدی هم به حمله های تند و تیز زاکانی جواب خاصی نداد تا چهارمین مناظره دوئل پور محمدی و جلیلی باشه. دوئلی که برندش قطعا مرد خاکستری انتخابات مصطفی پور محمدی بود. من وارد این بحثا نمیخواستم بشم. اینجا وقتی که میایید میگید آقا نمیدونم کرسنت و فلان و ما خیلی کسکار داریم و حرفا، ببینید اینجا جایی بزن در رو نیست، اینجا جایی بگو در رو هم نیست. این مسائل جای جدی بحث داره. کلیات هم گفتن و نمیدونید و نمیفهمید و خبر ندارید و اینها. بعدم حالا شما که علامه دهرید بگید یه جا عمل کردید، ببینیم چه عملتون چیه. تو کتابای درسی و دانشگاه و پژوهشگاه که خیلی حرفه، تو رشته خودتون هم موفق نبودید تو کاراتون.
بگی دوتا مذاکره قوی و موفق ارائه شده. اینجور نیست که ما شعار بدیم و با شعار حل کنیم. به خاطر همینه که مردم هنوز ما اعتماد نمی کنند.